سلام بر شما، امیدوارم که خوب و خوش باشید. منم الان که شما دیدم خوب و خوشم. صحبت نوه بود در هفته گذشته. نوه بودن اصولا هیچ آدمی نیست که نوه نبوده باشه، یعنی همه آدمای دنیا نوه هستن. بی بر بی آدم ممکنه مادر بزرگ و پدر بزرگ نباشه، اما نوه حتما هستش. نوه چهار نفرم هستش. نوه امام صحبتش بود. من اولا که صحبت نوه امام بود خب خیام کردم آخه نوه است که نوه امامه، یه بچه کوچیکه. فکر کردم کاش که حالا تقصیر نکرده که نوه امامه، که آدم ببینتش بگیرتش بندازتش بالا ماچش کنه. بعد عکس این نوه امامو که دیدم و ایداد بیداد، نوه امام این کوچولو نیست، آقا سید حسن. خوب شد من نگرفتم بندادمش بالا، برنگشت من اصلا اون منو میگرفت مینداخت بالا. بعد گفتن که خبر این بود که اول من رادیویی میشیندم نوه امام را فوتوشاپ کردم. و من خیلی تعجب کردم نوه امام چجور فوتوشاپ، اصلا نوه امام مگه تو فوتوشاپ جا میگیره؟ نوه امامو گوگلش هم نمیشه کرد اصلا، نباید این چیزای کامپیوتری رو درجه بزرگان جمهوری اسمی. اصلا اون هفته یه جوانی در تهران مقام معظم رهبری رو گوگل کرده بودی گرفتنش که به دست اخره، حالا دیگه مقام معظم رهبری رو گوگل میکنه که تو گوگل چیزی نیست، یعنی گشتن دنبال نام ایشون در موتورهای اینترنتی سرچ انجین های جستجو نخه غلط میکنی. حالا نوه امام رو فوتوشاپ کردن، من چجوری باریکش کردن نازکش کردن درازش کردن، گفتم اصلا فوتوشاپ کردنم یک فعلی شده، از قدیم هم بوده فوتوشاپ، تا اون موقع ما میگفتیم مونتاژ عکس. مثلا در ایران هم بود، زنده یاد علی خادم یا آقای تهامی بودن، عکس‌های قدیمی داشتم. من یادم یه بار علی خادم امیر عباس هویدا رو در لباس نظامی رو جلد مجله خواندنی ها، به هر حال من سابقش تو اینترنت پیدا کردم. این که می‌بینید 1860 اولین فتوشاپیه که شاید اون موقع آبراهام لینکلن که سرش رو گذاشتن روی بدن دیگه، مال بدن مال یک سیاستمدار دیگه بوده، مال جنوب آمریکا میگه که سرش بتنش زیادی می‌کرده که سر آبراهام لینکلن رو گذاشتن. روش داشتم به آبراهام لینکلن فکر می‌کردم و به خودمون بگم که ما مثل ملت آمریکاییم که چه جوری خود عقب و جلو داره. ما از کوروش کبیر به احمد نژاد رسیدیم، اونا از آبراهام لینکلن به جورج بوش رسیدن. خب این شباهت دو ملت رو میرسونه که از یه شباهت من بین جورج بوش و احمد نژاد، این احمد نژاد اونم بوشه، اون بوی اینه یا این، به هر حال اصلا کاری نداریم. 1930 یک فوتوشاپ دیگه پیدا کردم، این آقای استالین هستش که یه افسری که همراهش بوده میبینید توی این عکس حذف شده، با اینکه زیادم دولابی شده بند خدا، ولی حذف شده. حالا شده لابد استالین از این بابا دیگه خودش نمیمده یارو، مثلا این آقای ممکنه که مثلا مخالف جمهوری اسلامی بوده. استالین خب آینده رو پیش بینی میکرده، یا خلاصه میگفته اگر آیت الله خمینی اومد ما نباید ازش حمایت کنیم. استالین هم خب ناراحت شده، چه میدونم این بابا چیکار کرده، شاید راجع به خرخالی بد گفته باشه. خرخالی خود کاندیدای حزب توده برای مجلس شورای اسلامی بود. خلاصه این یک حذفی است که اون سال شده، یه فتوشاپی است در 1937 هم بفرمایید. آدولف هیتلر هستن این دوتا خانم زیبارم که میری یه سرخرم تو عکس هست. این کیه؟ این سرخر که زبان چرب و نرمش هم نتونسته پیشوا رو قانع کنه که او رو فوتوشاپ نکنه و حذف نکنه، جناب آقای گوبلز هستن، رئیس تبلیغات هیتلر در زمان جنگ، مثل خاتمی خودمون لبایشون هم رئیس تبلیغات جنگ. حالا کار ندارم، اینم یه فوتوشاپ که وزیر تبلیغاتش رو حذف کرده. خب و هر کس دیگه هم بود این بعد سرخر حالا نمیپذیرفت. این
1339. حالا گوش بدید، حذف در حذف، پادشاه انگلیس اینجا حذف شده. این ملکه انگلیس الیزابت اول، پدر مادر همین ملکه انگلیس الان خودمون، خودمون. حالا ما وقتی در انگلیس زندگی میکنیم، ملکه هم صاحب شدیم. آره خلاصه، این حکران شمال غرب کانادا طرف های بنفو، اونجا من رفتم اتباقا با پرویز صیاد، اونجا رفتم. این نخست وزیر اونجا بوده، حالا دوباره میخواد انتخاب بشه و یه عکسی داره با کینگ جورج پنجم، جورج پنجم پادشاه انگلستان و ملکه و آقای استاندار در این عکس تبلیغاتی سعی کرده که تنها باشه با ملکه، فکر کرده که همین حالت چیک تو چیک حالت تبلیغاتیش بیشتر میکنه. این هم 1942 جناب موسولینی هستش با اون جست پیشوایی و رهبری و آرش اومده که بگه که این اسبی که من سوار شدم یک نفری مثل خانمی هم بود که دهنش رو گرفته، داده که اون خانمه رو حذفش کردن. بله بله، حالا حذف فقط نیستش، توی فتوشاپ گاهی اضافه کردن هم هست. خب به هر حال اون موقع عکس گرفتن همچنان راحت هم نبوده، بنابراین این عکس که میگرفتن یه جنرالی توش نبوده، نگاه کنید این جنرال رو دوباره میارن میذارن توش اون گوشه، که این جنرال باید که عکسش باشه، توی این عکس باشه، و چون همیشه این امکان عکس برداری نبوده، گفتن آقا بشین رو صندلی اینجوری اینجوری، بعد ما میچسبونیم. که چسبوندنش اینجا اسم جنرال هم بلر هست. این بلر ها همیشه حق بازی هاشون رو دارن. این ارتش آمریکا تو سال 2008 عکس این دو تا سرباز کشته شده در جنگشون رو میده، ولی میبینید که یک بدنه و عکس دو تا سرباز، عکس سرباز سیاه رو هم گذاشتن، دو بدن سرباز سپید کنار هم. نمیدونم که مثلا سرباز سیاه بدن کم داشته یا لباس درستی بهش نداده بودن که حالا این عکس رو حق بازی کردن. رفیقمون آقای کاسترو در سال 68، همون که وقتی که شوروی ها چکسلواکی رو اشغال میکنن و آقای کارلوس فرانکل از برهم دست ها همکاران آقای کاسترو مخالفت میکنه، آقای کاسترو هم خوشش نمیاد، تبعیدش میکنه، مثل اینکه امام خمینی تبعید کرد آیت الله منتظری رو و تبعث به جای چند جا، ایشون هم میره به ایتالیا. کارلوس اونجا میگه که عکس رو میبینه، میگه به من مثل که دیگه در عکس هم مرده هستم و رفیق فیدل دیگه من رو از صحنه روزگار میخواد حذفش کنه. حالا اینم شاهکار روزنامه های انگلیسی، روزنامه بیمعنی سان که معروف‌ترین، پرتیراژ‌ترین، بی‌معنی‌ترین نشریه روزانه انگلیسه، که پرنس ویلیام وقتی که میره اینجا داشته میرفته با یک کشتی، اون سیاه‌پوست ته کشتی رو و قایق رو میبینید که حذفش میکنه. نشریه سان زانویش رو خاک بر سر رو حذف میکنن، زانوی او هر روز توی عکس هستش. اما البته این روزنامه مترو عکس کامل چاپ میکنه، سام وقتی دید اینجوری تو آنلاین خودش وقت عکس درستش رو گذاشت. این رو هم رویتر وقتی که مخابره کرد نوشت که ما متاسفانه مجبور شدیم اونچه که آقای پرزیدنت بوش داره مینویسه نوشته روی این یاد داشته تو کنفرانس سازمان ملل پاکش کنیم. سال 2005 هستش که آقای بوش به خانم کندالیزا رایس، برنج دمسیاه وزیر خارجه، گفته که من فکر میکنم که احتیاج دارم به دستشویی برم، به باثروم برم، و خب اینو نمیتونست بگه، نوشته رئیس جمهور آمریکا لازم نیست که اینجوری ها، هم اون همون جایی که نشسته میتونه از همون جا در جای دنیا که میخواد، اصلا نیاز نداره جاش باشه و بره به جایی، به مبالی، به موبالی، به هر حال. اینجا رویتر
علنا نوشته که ما اینو پاکش کردیم. الاهرام هم روزنامه معتبر مصری اینجا سال 2010 اینجا نخست‌وزیر اسرائیل و فلسطین و مصر و رئیس جمهور آمریکا رو می‌بینین دستکاری کرده، مبارک انداخته جلو، پشت سر اون اوباما، بعد محمود عباس فلسطینی، بعدم اسرائیلی رو گذاشته و وقتا بیشتر اعتراض کردن، گفته که چون راجع به فلسطین بود قضیه، نقش اینها در فلسطین به این ترتیبه که ما اینجا گذاشتیم. و روزنامه نویسا خوبیشو این که ارو نمیرن، یعنی هر کاری هم میکنن میخوان پاشم یه چیزی هم طلبکار بشن. در مراسم تدفین ما او ببینید صف بستن 4 نفر حلقه همیشگی مخالفان که یکیشون هم بیوه ما او بود به راحتی حس شدن. اینا فتوشاپ ها رو به هر حال تاریخ من میگم براتون که خودم هم حس کنم. اینم آقای لنینه که بعد داره نطق آتشی میکنه، ولی تروتسکی رو ببینید اونجا در طرف دست چپش اون کنار واسداده، تروتسکی رو حذف کردندش تو عکس، برگه مردان حرف در نیارن. اون بغل دستیش هم نمیدونم منحوف یه چیزی، اون برد خدا رو هم نه، اون حالا من اسمش دقیق نخوندم، اون برد خدا رو هم حذف کردن. حذف کردن هم میتونی هیچ اصولی، بعضی وقت داره بعضی وقت نداره، بعضی وقتا سیاسیه، بعضی وقتا اقتصادیه، بعضی وقتا بهداشتیه. مجله پاریماش اینها عکس آقای سرکوزی رو ببینید، چربی های کمر آقای سرکوزی رو حذف کردن، بعد مثل که خطکش گذاشته باشن پشتش. بعدم گفتن آره بعد ما تو چیکار که خود خراب شده، خراب گنگکاری کردین، رفته پی کارش آمریکایی‌ها در جبهه همه کار میکنن، کلک مرغابی هم میزنن. اینجا این عکس آمریکایی رو ببینید، این مونتاژ کردن که بگن نه خیلی سرباز ما در جبهه جنگ تفریح هم داره میکنه، داره نمیدونم کارتون تامنجیریه، نمیدونم اینو تماشا میکنه بنده خدا سربازی که اونجا با جونش داره بازی میکنه رو عکسشو میارن اینجا و اینجوری میکنه شاید خانوادهش خوشحال بشن بگن پسر رفته اونجا فانفار، تا خدا نکرده خبر کشته شدن او رو در مقابل البته کشته شدن بسیار سرباز عراقی، بسیار سرباز ایرانی، بسیار سرباز لیبیایی. خب اینم آقای جان کری. آها بفرمایید. آقای جان کری معروف که امروز خیلی فعاله اینجا با خانم جن فوندا دارن راجع به ویتنام و محکومیت جنگ ویتنام سخن میکنن، با هم نیستن، اما عکس اینها رو کنار هم گذاشته که خب دیگه کلک تبلیغاتی اینا رو بود گفته من یه جوری بذارید که پلوی جین جین باشم. اینم پوشش اسلامی عیال خانم اوباما، کشور اسلامی برای حفظ ناموس رئیس جمهوری آمریکا این دکلته خانم اوباما رو، خوشبختانه عکسش هم زیاد تمیز در نیومده که برای خودش امیدوارم نبینه که چه روزی به روز عکسش آوردن. این دوتا جنرال آمریکایی اینجا پاکستانی اینجا هستن دارن صحبت میکنن، یکیشون ضیاءالحق به نمیدونم، یکی دیگه یه مقام محترمیه که توی یکی عکسا فنجون دستشه، توی این عکس دیگه فنجون رو فتوشاپ کردن دستش، حالا نمیدونم این فنجون افتاده از دستش، خودم قیافه شبیه جوانی های ویگنه، تو فنجون تلان بود که افتاده از دستو، شاید هم نه توی عکس اول فنجون دستش نبوده، بعد یه فنجون هم دادن دستش که اهمیت مذاکرات نمیدونم. خلاصه این هم اینجا هم که هرچی مثلا زور سدم که چیز با مزه راجعش بنویسم چیزی نشده، همین عکس هم است که از این نوشته ها با مزه تر. به به 2008 موشک های جمهوری اسلامی که دو تا هم اینجا بهش اضافه شده، نگاهش کنید عکس فتوشاپ معروفی که از بزرگترین صنایع
موشک سازی نه، فتوشاپی که انجام شد. تازه معلومه دو تا اولی هم باز واقعیه، یا یکیشونه بعد دیگه نس کردن، کوچیک کردن، بزرگ کردن. عجله شده البته، سر فرصت بیشتر هم میتونستن اینها اضافه کنن که بگن که بوی گل و سنبل و یاسمن اومد و همینجور موشک های ما. اینجا دیگه خود فتوشاپ دیگه، اون مونتاژ قدیمی اپن رفته و به همین دلیل که دیگه راحت میشه حق بازی هم کرد. یعنی اگر که اینها آقای احمد نژاد در اون حالت تو چیکش با بیوه چاوز ایرادم نداره، زنن شوهرش فوت کرده، حالا این دوست شوهرشه داره اون به این دلداری میده، خودشون افتر میارن، خود بدبختشون هم مجبورن اون وقت البرادهی رو بذارن که انگار البرادهی بیوه چاوزه، یا البرادهی کسیش مرده، یا احمدی نژاد کسیش مرده. نه بدبختا، خودتون میفتین تو چاله هایی که خودتون میکنین. خلاصه اینم این گنده احمدی نژادی و اینم دریا و آلودگی دریا که پیش میاد، رئیس جمهور آمریکا میره بازدید میکنه مجله اکونومیست برای که خیلی اهمیت بده به دیدار رئیس جمهور آمریکا، اون خانمه رو حذف میکنه و میگه که ما مخصوصا خواستیم که رئیس جمهور تنها باشه. حالا البته نمیدونم زنه رو چه، اگر زمانی کلینتون بود خب خود رئیس جمهور میگفت هر چی زنی برو بر جای خربت با من میبینی تو رو خدا پاک کنی، این هیلری نفهمه، ولی این بند خدا که به حال اهل این حرفا نیست. اینجا هم مجله اکونومیست اینجوری کرده، استاندار استان هما آقای بشار اسد خودمون این عکس رو ببینید داره اون استوانه تقدیم آقای بشار اسد میکنه، عکس لاشواز بدبخت بشار شیمیایی بیچاره. ببین این میز شیشه‌ای بوده اونجا برداشتن، ببینید انعکاس میز شیشه‌ای هنوز کف سالون هست. اصلا میگم پرسپکتیو نداره عکس، اصلا این دوتا رو آمدن چسوندن اونجا، سایه هاشون اصلا معلوم نیست و انعکاس های بی خودی معلومه. و اصلا البته بشار اسد گفته که من این بابا رو شیمیایی نزدم، به هیچ کسی گرم شیمیایی نزدم و خلاصه دروغاشون همین جوری تو عکس فتوشاپ. لازم هم نبود اون عکسش فتوشاپ کنی، بدبخت میذاشی دیگه، خیلی قیافه خود یارو نمیخواستی البرادهی رو میذاشی جاش، یا یه موشک میذاشتی از این بقیه ریش داره میاد. آنو نه ارش کن من این بابا آکه. حالا آقای اوباما هستن اینجا با هیئت نمیدونم پرقیچی هاشون و امنیتشون و فلان و اینا که دارن در خدمت خانم هیلری، ماجرای به دام افتادن و حمله به خونه بن لادن رو تماشا میکنن که من نمیدونم چقدر درست بود غلط بود یا ارواز راست بود دروغ. اصلا اوباما در اون حالت و در اون جست در این تماشاش برای یک انسانی کشته شدن یک انسان دیگه ای که محاکمه نشده و البته وجود کثیف اون بن لادن هم نمیباید تو این دنیا میبود، ولی نه به این قیمت، نه به این حمله به خونه مردم و کشتن یه دال کار ندارم. یه مجله دیگه، یه مجله دیگه در سایتون یا هرچی ارتودکسه، ببین اونا این عکس رو نقل کردن، هیلری رو حذفش کردن، گفتن ما عکس زن چاپ نمی کنیم. اون تا هم یه دخترکی خانمی سر کشیده، عکس اونم فتوشاپ شده، حذف شده و نیستش فتوشاپ این کارو میکنه. ولی تو همین عکس فتوشاپیش من دیدم یکی کار با مزه کرده تو دنیا می سر صدا کرد. خب من رو فیسبوک روی گوگل پیداش نکردم که اون تها همونجا که خانم رو واسطه حذف شده بن لادن هم گذاشته بودن داشت ماجرا رو نگاه میکردی، آدم بزرگی این کارو کرده بود. سارا پیلین
سارا پلین میخواستش که استاندار آمریکاییه که میخواد معاون ریاست جمهوری بشه در زمان جمهوری خواه که داشتن فعالیت میکردند. اینجا در یک عکس خیلی خیلی پاتریوتیک این پاتریوتیک من همیشه دوست کلمه رو بلد نیستم بگم. یکی همینه، یکی هم اون یکیه. آره خیلی یعنی وطن پرستانه، خیلی نزدیک به شوونیستیه ولی خیلی ملیه. نمیدونم پاتریوت اوکی حالا بعد یادم میاد. تو بازپخش منتظر نباشید که من این کلمه رو درستش بگم. ولی حالا چرا میگن این عکس وطن پرستانه و نمیدونم فلان؟ برای که لباس زیر این خانم پرچم آمریکاست. دقت کنید و این عکس رو به همین دلیل هم مونتاژ کردن که این سلاح که دستشه پرچم آمریکا هم تنشه، برای اون تبلیغات مبارزه کلی یک خانم کلی او رو برچنگ گذاشتن روی بدن یک خانم دیگه ای که چنین مایوی تنش بوده و چنین سلاحی دستش بوده. حالا فکر کنید که یک بدبخت وطن خواهی یک خانم دیگه جمهوری اسلامی آرم جمهوری اسلامی رو برداره به داره لباس دوزگیرش رو بزنه بزنه نشون نمیتونه بده که بگن اینم پاتریوت پات نشون نمیتونه بده. ولی خب اینا انگلیس هم خیلی این کار رو بکنن. ببینید عکس پرچم انگلیس مایو میشه، به جایی هم بر نمیخوره، طرف هم اعدامش نمی کنن. اینجا طرف ها بگیرن سه جور اعدام داره، یکی اعدام که لخ بوده، یکی اعدام که پرچم برده زیادی پایین، یکی اعدام که پرچم برده زیادی بالا، یکی اقدام علیه امنیت ملی، یکی توهین به رهبری. ولی خب خانم پلین پالین به اسم این خانم هم بالاخره من یاد نگرفتم با این اقدام تبلیغاتی خودش رای نیاورد. خلاصه حیف شد. ولی اولش آقای اوباما رای آورد و این عکس هم که او رو با والدین نشنش اومیده، یک بیوگرافر این توی کتاب شرح حال او آمده، یه نفر دیگه، یک پابلیشه، یک ناشر دیگه شک کرده که گفته که این عکس میتونه که مونتاژ باشه و اوباما اینجا بعدم بین والدین خودش جاسوسی شده باشه. نمیدونم واقعی یا نه، ولی این که دقیقا مشخصه که این پهبادها پرنده هدایت پذیر از دور، یعنی هواپیمای بدون خلبانی رو که یونیورسیتی دانشگاه چینان ژاپن خلاصه درست کرده، عکسش گوشه جمهوری اسلامی برداشته و خبرگزاری مهر به عنوان پهپادهای ایرانی اونها رو به خورده امت همیشه در صحنه و خوشباور و زودباور دادن. هیچه ترتیب هم ندن که اقلا آدم باور کنه که اینا مال جمعه، اقلا مثلا یه آفتابه جلوش آویزون میکردن، اما آفتابه که پنجره هواپیما رو باش میشورن و یه آفتابه آویزون میکردن، یک تغییر، یه عکس مقام معظم رهبری میچسبونه رو دومش که اقلا یه خود دروغشون. آقای پاپ تایوان نیوز لیبرتی، روزنامه لیبرتی تایم این عکس رو گذاشته و این خانومه رو که رقیب اون روزنامه هست حذفش کرده. پاپ بدبختی حالا نمیشه بعدا عکس رو ببینه، اگه ببینه میگه به اون خانومه کو، برای که این خانومه مال نشه رقیب این آقا ها بوده و این در تایوان مطبوعات تایوان در اون روزنامه که چاپ میشه این به راحتی فتوشاپ حذف شده. این بدبخت مالزیاییه. ببین حالا این وزیر وکیل هم درجه هم داره، وکیل میخواد بشه چی بشه، عکس خودش برداشته مونتاژ کرده کله خودش رو بدن
به جایی که خودش به جای به یه بابای دیگه ای که ملکه داره به اون نایت هود میده به اون شوالیش میکنه، این بدبخت داره خودش رو شوالیه میکنه، عکسش رو برشه گوشی جای عکس اومد و فکر کردم که ملکه خواسته که عکس خودش رو با این مونتاژ کرده یه خوشیبتر از اونه، گفته که حالا من به این شوالیه کرده باشم، ولی نه این بدبخت حالا فکرم نکرده که حالا جان سومه دیگه، بالاخره جان سوم هر جاش یه جوریه. این هم آقای ما اون این بند خدا پوکو رو حذف کرده، پوکو اون هم وسطی هست دفلکی، حالا نه این وریه هست، نه اون وسطی مال کاسترو بود که گفتم، اینم نمیدونم چی شده که از چشم آقای ما افتاده و حسش کردن رفته. و اینم که آخه آقای جلیلی خودمونه با خانم اشتون و حجاب اسلامی خانم اشتون در مطبوعات جمهوری اسلامی رعایت شده، حفظ ناموس خانم اشتون جزء وظایف اصلی جمهوری اسلامی. کاش که حالا که فتوشاپ کردن این پیشونی این آقای این یه لکه قهوه‌ای این پیشونی این آقای جلیلی هم کاش که فتوشاپ میکردن صافش کنن، آدم نگاه میکنه حساب فکر خارج نمیکنه که این چی خورده که قهوه‌ای شده از پیشونیش، نشت کرده بیرون. حالا اینا رو گفتم برگردیم به نوه امام. آقا گفتن نوه امام فتوشاپ شده، حالا نگو اون نوه امام نبوده، این نوه امام بوده. نگاش کنید نوه امام نعیمه خانم یه مدرکی گرفته تو کانادا و خب لباسش هم اونجا اینجوری پوشیده، اما مامان جونش خب در ایران اینجوری دامنه افت تنه دخترش کرده. خب برای اون جامعه ای که همه دارن حرف در میارن، همه چارچشمی مواظبند و ریا و تدلیس و جانماز آب کشیدن و اینها، خب باید باشه این خانم هم یکی از اون هاست، یکی از اون امته، به ویژه که مسئولیت حفظ چیزای امام بابا بزرگش هم داره، در نتیجه لباس دخترش رو هم یه دامن عفت اضافه تنش کرده. خب آره حالا یه دن شلوغ کردن که این دختران چرا اینو پوشیده، به شما چه دیگه. یکی خمینی باز بروز کرد توی این نشریات و فیسبوک ها که این چه لباسی پوشیده. خب بله میگن چرا بچه های دیگه تو ایران نمیتونن بپوشن، ایشون توی پوشیده، به اونا بگید، به این نگین چرا پوشیدین، دلش خواهد بپوشید دختر جوونه تحصیل کرده داره دست بخورد تو کانادا، این هم در زیر باز پوشیدنشه. شما اجازه ندارید به نعیمه خانم یا هر کسی دیگه بگید چرا اینجور لباس میپوشید، به اونا بگید یاد بگیرن، به اونا بگید که بفهمن که همین اون سختگیری هایی که میکنند برای نوه امام نتیجه امام، نتیجه امامش، اصلا همه ما نتیجه امامیم، یعنی همه این بدبختی ها نتیجه امام این هم اقلا این نتیجه زیبایی هم داره امام، بقیهش که همه این کابینه ها و این دستور عمل ها این توطیر مسئول ها که قابل نگاه کردن و ذکر کردن نیست. اما من اگه جای نعیمه خانم بودم به جای بی اعتنا به اینا به اعتنا کار بی معنی که مادرم کرده با اون آقای محترم که کنار ایشون ایستاد، اون جوان دانشجو رو نمیدونم کی هست، اون آقای دکتر رضا مریدی از ایرانیان سرشناسی هستن که نماینده مجلس اونتاریو هستن، ایشون در استان کانادا در استان اونتاریو که تورنتو و ریچموند هیل و اینا رو خوب تقسیمات کشوری اونجا رو من نمیدونم، ولی میدونم آقای رضا مردی شخصیت برجسته است. من اگر جای نعیمه خانم بودم با همراهی آقای رضا مردی به دولت کانادا میگفتیم که دعا
دنبالی پرونده زهرا کاظمی رو بگیرید، ببینید که اون بانو که به تلخی توسط جمهوری اسلامی، توسط بابا بزرگ همین نعیما خانم، حالا به حال و اوانش به قتل رسید، پروندهش به کجا رفت؟ برای نعیما خانم نتیجه امام آرزوی موفقیت داریم، برای مادرشون و مادرها و امتی که سر به فرمان این جریانات هستند. یادآور میشم که پریلو تا به مستوری ندارد، چو دربندی سر از روزن برارد. خودتون رو فریب ندید و زن رو اینجوری توی اون حجابی که اون بابا بزرگی گفته و باباتون گفته و اینها محصور نکنید. یک آقای خیلی اسلامی تندرویی که اینا میگفتن اکستریمیست اسلامیک در لندن بود، سوری بود و آقا ایشون خیلی خلاصه تندرو بود، یه ها روزنامه انگلیس خبر دادن که دختر ایشون در کاباره های لندن شبها در کلوب های شبانه لندن میرقصه. اون آقای اسلامی تندروی فلان جز و ولس که نه من فلان هیچ نتونه نداشت بگه، ولی عکس دخترش رفت تو روزنامه، عکس خوشم رفت تو روزنامه. البته پلیس دخترک رو از خونش برد به یک جای امنی، افشاگری روزنامه جالب بود. خبراش اینجا هست، عکسش هم به هر حال یه چیزایی اینجا هست. این اسمش هم بس که این دختر کف یاسمین، جاسمین و بامزه است که شرمنده هم تو خبرها بود انگلیسی، روزنامه انگلیسی نشدن که پول عمل جراحی بزرگ شدن به هر حال بدن ایشون رو هم پدرشون همون اسلامیه تندروی سوری پرداخت کرده. این خانم در کابرای لندن پول دانسینگ میکرد. پول دانسینگ یعنی میلی آهنیه، اینا لباس میپوشن مثل لباس همون خانم سارا پلین بدون اینکه پرچم آمریکا و انگلیس باشه، اونجوری مایو، بعد از این میلیه میرن بالا میان پایین، میرن بالا میان پایین، میرن بالا میان پایین، اینجوری. این البته این عکس اون خانم نیست، این عکس همکارشه پول دانسینگه و خب هیچ ایرادی هم نداره. زیبایی هنر فن و تحور، هر کس هم هر جوری دلش میخواد لباس میپوشه، چه نوه امام، چه نتیجه امام باشه، چه دختر اون اسلامیست تندرو باشه. و خوشا به سعادتشون که در جامعه هستن که هر جور میخوان لباس میبوشن، کسی تو سرشون نمیزنه، مادرشون تو سرشون میزنه، باباشون تو سرشون میزنه، داماد امام آقای اشتراقی تو سرشون نمیزنه که بابا بزرگشون اینو میبوشن. نه، امیدوارم که نسل جدید ما به هر حال زیر بار این زورها نرفته که تالام نرفتن، گفتن پریلو تا مسئولی نداره. حالا برای اینکه خیلی از اسلامی ها گفتیم از سلطنت تلیان طلبان بگیم، از سلطنت تلیان از سلطنتی ها هم بگیم، نوه فتحعلی شاه دراره سارا خانم، یه دختر زیبای ایرانی، سارا جهانسوز شاهی، مدل، بازیگر سریال های تلویزیونی و سینمایی در آمریکا هست. سارا شاهی ملازمی کنید. نبیره فتحعلی شاه، البته فتحعلی شاه از این نوه نتیجه خیلی باید داشته باشه، نمیدونم بقیهشون کجا هم، ولی این دختر پدر مادرش در آمریکا
در تکساس یا اونجاها به دنیا آمده، دختر جوان و هنرمند و باهوشی است که با زیبایی شرقی هیچ شباهتی به فتحعلی‌شاه نداره. خوشبختانه سارا خانوم و عکسش رو بسیار مطبوعات غربی میخرن برای که روی جلدشون بذارن. اینم میبینید، این که دیگه نه این عکسو بردارید، این عکسو بردارید اتاق فرمان، نه قبول نیست، برش دارید، اصلا به اصلا قرار نیست که این عکسو بده، تموش کنید، اصلا این برنامه رو این بخشو ببندید.